اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب و احترام خدمت برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم تبریک عرض میکنم. دهه کرامت رو به ویژه پیشاپیش میلاد پر از خیر و برکت آقا علی ابن موسر رضا ولی نعمت همه ما، مایه برکت کشورمون و تبریک دیگرم به مناسبت برگزاری این جلسه است. تبریک از برکت میاد، یعنی چیزی که برکت داشته باشه. تو این تبریک تسلیت ها باید دقت کرد. من دیدم مثلا خودمونم اشتباه کردیم، میگیم ما مسامحتا حواسمون نیست استفاده میکنیم. مثلا شهادت ابو عبدالله رو تسلیت میگیم، شهادت ابو عبدالله که تسلا نمیخواد، که تعزیت بگیم اما تسلیت نه، که اصلا اون عزا باید همیشه باشه. ما اصلا دنبال تسلا نیستیم، ما میخوام این داغ و این غم همیشه بجوشه. غم ابا عبدالله باید بجوشه، اون حرارتی است که در قلب هاست و نباید خاموش بشه. و از طرف دیگه شهادت تبریک داره، برکت داره. ما خیلی وقتا بی خود واسه هم دیگه الکی نوشابه باز میکنیم، میگیم مثلا تولدت مبارک، مثلا حالا چی شده. یک کسی مثلا به این دنیا اومده، حالا بوده نبودش هیچ فرقی هم نداره، نباشه بهتره، خلق الله در آرامشن. نه، اون چیزی که برکت داره با استانداردهای ما نیست. برکت یعنی هدایت. در کتابهای دینی انبیاء گذشته، تورات هم بخونید همینه، انجیل هم بخونید اینه. وقتی که این غربی ها به انگلیسی لفظ بلس استفاده میکنن، خدا وقتی میخواد بگه مثلا اسماعیل رو پیامبر میکنم، مثلا اسحاق رو پیامبر میکنم، میگه I will bless him، من به او برکت میدم. چه برکتی بهش میدی؟ بله دیگه، قدرت هدایت آدم ها رو بهش میدم. این رسالت رو بردوشش میگذارم که آدم ها رو بیشتر با من خدا آشنا کنم. برکت از این بیشتر؟ شهید نمونه اتم و اکمل این ماجراست، چون حجت تمام میکنه. همین الان میبینید ما خیلی حرف میزنیم برمار، همیشه یه انقلت های هم وارده، طبیعی هم هست، ما طبیعت کار ماست، منم میپذیرم اینو. اما شهید وقتی خون میده تمام حرفاشو اثبات میکنه. داره حرف میزنی نمایندش، داره حرف میزنه توجه جلب کن، داره حرف میزنه فلان چیز بهش برسه، بگو همه اینا رو برای زندگی خودم میخوام دیگه. اگه حالا اومدم رفتم جون دادم چی؟ حله؟ شهید آوینی رو تا قبل از اینکه خونش ریخته بشه کسی نمیشناسه، حتی دیداری هم که خدمت رهبری میرسن اونجا ایشون میگن صدای قشنگی داره اون کسی که داره این روایت فتح رو مثلا چه میکنه، حتی نمیدونن کدوم یکی از این هان اونجا نمیگه مثلا آقا منم، آقا مثلا گروهی رفته بودن من اینطور شنیدم. شهید حرفش و عملش رو با خون دادن میگه دیگه آقا بیشتر از این. برای میگم نمونه اتم و اکمل هدایت. ببین خیلی ایدئولوژی ها در دنیا در تضارب با هم، در مقابل با هم، در تایید هم، در رد هم، بالاخره دنیا دنیای تضارب عقاید دیگه شکل گرفته. منتها کدام ایدئولوژی علل خصوص ایدئولوژی اخلاقی خودش اثبات میکنه؟ چون ما کم آدم نداریم که خوش برخوردن، خوش روان، فقط برای اینکه بتونن افراد بیشتری به خودشون جلب کنن که بتونن بیشتر ازشون استفاده کنن. شما خیلی از این مغازه‌دارایی که میرید ازشون خرید میکنن آدم خوش برخورده. چرا؟
من که تو بیاره خرید بکنه دیگه. چه بسا اصلا او تو خانوادهش آدم خیلی بد اخلاقی باشه، این خوش اخلاقی اینجا ابزار کارشه. میا بسم الله بیا جون بده برای ایدئولوژیت. اونجا اون موقع حالتو میپرسم. فکر میکنید دلیل این که روسیه که همه برآوردشون این بود مثلا 15 روزه میرسه به کیف و میگیره اینطور گیر کرد چیه؟ سلاح نداشت؟ ارتش دوم جهان بود دیگه و هست. دو تا خلأ داشت که من هر دو تا رو میخوام عرض کنم اینجا، که دقیقاً دو تا خلأ که ما نداریم، این واقعیت. اولی خلأ تئوریک و ایدئولوژی به شدت به مشکل خورد، برای همین دیدید که رفت سراغ چچنی ها، مسلمان های چچن، و از اونها خواست بیان. اونا هم که دیدید حالا آدم های خیلی از نظر نظامی و جسمانی آدم های آموزش دیده و اینا، منتها حرف زدنشون و کارشون چه معلومه شوه اداست. چی شو نیست چی ادا نیست، محسن حجاجی دوربین مال اوناست به خدا، لوکیشن دست اونا بوده، همه چی دست اونا، طراحی صحنه دست اونا، همه چی دست اونا، عکس هم همونا دادن بیرون. چی شما میبینید؟ یه کربلای دیگه میبینید، خیمه میبینید اون پشت، یه جوونی که طمأنینه تو چشماش تو صورتش. این از اون چیزاست که نمیشه قایمش کرد. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمود آقا آدمش خیلی چیزا قایم کنن، اما این خطوط چهره و این چیزی که حالا امروزی ها میگن بادی لنگویج، زبان بدن رو نمیتونی، خجالت میشه سرخ میشه دیگه، دست خودت نیست. این آرامش و جالب ترس تو چشای اون تکفیریه. اون چیزی که تا الان 44 سال ما رو برده جلو همینه، ایدئولوژی و تئوری مونه، و اونها هم به نبرد با همین ایدئولوژی برخواستن. تو همین جشنواره کن به دو تا فیلمی که تجاوز به ایران میکرد جایزه داده شده، به دو تا فیلم، یکی تاپگان دو که تام کروز بازی میکنه، تو اونجا خلبان هواپیمایی که به تاسیسات اتمی ایران حمله میشه، و دومی این فیلم عنکبوت مقدس. اون حمله و تجاوز نظامیه، این یکی حمله و تجاوز تئوریکه. زمانی که بعد از شهادت حاج قاسم امریکایی‌ها نگران انتقام ما بودن، ترامپ تهدیدی که کرد گفت من 50 تا 51 دو تا نقطه فرهنگیتون رو هدف قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی حرم امام رضاتون رو میزنم. حرم امام رضا رو به چی دو تا چهار تا کرده با خودش که من اونجا رو میزنم؟ مثلا عمده این حملات و این نبرد، نبرد نرم افزار هاست، نبرد تئوری هاست، نبرد ایدئولوژیه. در بین فرزندان حضرت ابراهیم دو شاخه شکل گرفته، اسماعیل اسحاق، هر دوتا داعیه اینو دارن که دنیا به ارث صالحان خواهد رسید. ما از شاخه اسماعیل، اونها از شاخه اسحاق. فرقمون تو چیه؟ اینا هم نسب به حضرت ابراهیم میرسون، اونا هم میرسون، فرزندان ابراهیم هن. تفاوت، تفاوت تئوریه، ایدئولوژیه. کجا؟ اونجایی که قرآن خیلی زیبا این رو تشریح میکنه، بفرماد که هر کدام اینها دوست دارد 1000 سال عمر کند. جون دادن. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سوره جمعه میگه ان زعمتم انکم اولیاء الله، شما اگه فکر میکنید دوستان خدا هستید، اولیاء خدایید،
اگه راست میگید خب چجوری اثبات کنم؟ فتمنى الموت. معاد مرگ و بازگشت به سمت من. نه دروغ میگید. شما برده دنیایید. شما دین رو بهانه کردید. نام مبارک حضرت ابراهیم سرسلسله شجره مبارکه در قرآن حضرت ابراهیمه. اون رو بهانه قرار دادید برای دنیا طلبیتون، برای تصرفتون، برای استکبارتون. این طرف، یعنی تفاوتی که نگاه میکنید این طرف میبینید شهادت طلبی داره، استشهاد باب استفعال باب طلبه. یعنی تو از جونت میترسی در میری، من دنبال این مرگ مقدسم. چینی ها تصمیم گرفته بودن حتما به تایوان حمله کنن. ماجرای روسیه رو که دیدن خورده غلاف کردن. چینی ها چی دارن؟ چه نرم افزاری دارن برای راه؟ ببین شما کل دنیا رو بگیر، نرم افزار نداشته باشی تمومی، تش 10 سال 20 سال میمونی نیستی. مثال براتون بزنم، مغول ها از ژاپن تا بغداد رو گرفتن. خیلی کجان الان؟ کجا؟ روزی چند بار تو اخبار دنیا اسم مغولستان میشنه؟ هیچی، فقط 4 تا زربون مثل خود ما استفاده میکنم. یه نفر بخواهم به وحشیگری و اینجور مثال بزنگیم مثل مغول هست. آه مغول ها حمله کردن. مهمون یه هایی میریزه تو خونه میگه مغول ها اومدن. نرم افزار نداشتن، گرفتن و صاف کردن، همه جا رو گرفتن، نرم افزار رو نداشتن. چی شد؟ هیچ، مجبور شدن از وزرای ایرانی استفاده کنه. دعوای ما تو خاورمیانه دعوای نرم افزاریه. دعوای تئوریه. امروز بسیاری از این کشورهای عربی میگن با خودشون 2-4 تا میکنه، میگن آقا این 44 ساله وایستاده داره فوش میده با آمریکا، محکم وایستاده جلوش، تو صورت آمریکا هم زده، درگیر آمریکا هم هست. آمریکا هم میگه 6 ماه دیگه تمومی. 44 ضرب در 6 ز 44 ضرب 2 ها 88 بار شما مثلا چه میگید مثلا تموم، چه تموم نمیشه پس؟ بعد چی شده؟ چین فلسطین مال ما عربا بوده، جمال عبدالناصر ما از فلسطین میگفته، الان همه ما عربا اومدیم این طرف پشت اسرائیل، اینا وایستادن دارن فلسطین حمایت میکنن. یعنی به یه خلای تئوریک خوردن، خوش میشینه 2-4 تا میکنن، میان با خودشون میگن آقا هر کی با آمریکا باشه دیگه حله. بدبخت دوست مبارک با آمریکا بود که اون شد، قذافی جلو آمریکا کم آورد اونجوری شد. این اشرف غنی دیگه چیکارش کردن؟ هنوز جاش داغه، این هنوز جاش درد میکنه هنوز. اما ایرانی ها گفتن بشار اسد نمیره، ما نمیذاریم. تمام اون کسایی که گفتن بشار اسد باید بره تقریبا رفتن، 90% بشار اسد سر جاش. اصلا کار ندارم بشار اسد خوب یا بد، بشار اسد ایکس. ایران میگوید ایکس نباید برود، آمریکا و کل رفقاش میگن ایکس باید برود. میگه خب آقا به تسلیحات نظامیه، به اقتصاد، چی تونسته این باید این را ساری و جاری کند در عمل و باید اون را هوا کند؟ این ترامپ موجود جالبی بود، سر لج و لج بازی که داشت با چیزا، با این سیاست مداره دموکرات خیلی چیزا رو خوب لو میداد. بقیهشون خورده خیشتنداری داشتن، گفتن الان بقیه سوء استفاده میکنن نگیم. 7 تریلیون دلار، 7,000 میلیارد دلار، ما اگه 70 میلیارد دلار سالی نفت بفروشیم که عمره نفروشیم، میشه 100 سال پول نفت. اینا فقط تو خاورمیانه خرج کردن، هنوز روزی نیست نخورن. رئیس سنتکام میگه که از موقعی که قاسم سلیمانی رفته و قاآنی آمده است،
حمله به امریکایی‌ها 4 برابر شده. میگم خاطر احمقید نمیفهمید، همینه دیگه. حاج قاسم یه خوی دیپلماسی هم داشت. قانی از بیخ نظامیه. اشتباه کردید. اشتباه کردید. حاج قاسم رحمت الله علیه ایشون از ابتدا نیرو قدسی نبود، فرمانده کرمانی ها بود، بعدش مبارزه با اشرار و چه و چه، بعد اومد نیرو قدس، بعد از سردار وحید که الان وزیر کشوره، اون موقع ایشون قبلش نیرو قدس بود، خیلی هم زحمات کشید. ایشون هم من به شما بگم این سردار وحیدی آدم عجیب غریبیه، من شاید بگم با ایشون 2 دقیقه بیشتر تا الان مکالمه نداشتم، سلام علیک بوده، فکر نکنید همینجور دارم میگم. چند بار دید من از کسی توی حوزه نظامی میگم، من نمیدونم وزارت کشور چیکار خواهد کرد، اینو اونجا خرابکاری کنه خبر ندارم. خب اما تو اون حوزه کاری خودش کم نظیره ایشون. اما سردار قاآنی از همون اول تو قدس بوده، افغانستان، آذربایجان، یعنی هست از این، خب بنیان این سیستم رو میشناسه. الحمدلله الذي جعلنا من الهم جعل اعدانا من الحمقا، شد خدایی که دشمن ما رو احمقا قرار داد، همینجا زور بروز میکنه. نرم افزار جمهوری اسلامی در حال گسترش تو منطقه، نرم افزار جمهوری اسلامی در حال گسترش تو منطقه، اما اون چشم ظاهربین یهودی، یهودی بین که قرآن میگه، او میگه که خب الان بحثای اقتصادی چی، فلان چی، بهمان چی، اینا خیلی مهمه. میدونی که من چقدر دغدغه اقتصادی دارم، همین دو روز پیش سمنان چیز اصفهان اصلا موضوع سخنرانیم نقد دولت علی خصوص از حیث اقتصادی بود، 2 ساعت و نیم هم ایرادات بگم کلی راهکار دادم، اما اصلا مثلا اینا حل میشه. نرم افزار مال کی؟ نصف دنیا مال تو. چیز از مغلا نموند. اومدن اینجا چون نرم افزار نداشتن، مسلمونشون کردیم. گفتیم دادش بیا چند تا مسجد هم بساز. مغل مسجد ساخت. مغل رصدخونه ساخت. انتقام سختی که از ما خواسته شده برای حاج قاسم، انتقام نرم افزاریه. هرچند میدونم این چکای آبداری که صداش به پیچه جیگرتون حال میاره، اما ازتون درخواستم اینه یه خورده عمیق‌تر ببینید. اون رگ غیرت دینیتون میزنه بالا، خیلی خوبه. من بعضی موقع بچه‌ها نشون میدم، گفتن الان این تو شبکه‌های اجتماعی داغ شده، میگن. گفتم خب خودش همین ارزشمند، اما خب افسوس این حداقل برداشت بود. انتقام نرم افزاری، یعنی تو رو دیگه نمیخوان تو منطقه، نه که نمیخوام، دوستات هم بهت شک کردن. عمل کرده جمهوری اسلامی جوری بوده که همه رو نسبت به تو به تردید انداخته. عربستان سعودی گفته منم میخوام با چین برم، حالا بحثای خودش دلارم کنار بذارم. این خیلی غلط اضافیه. اصلا دلیل جنگ روسیه و اوکراین همین بود که پوتین تصمیم گرفت دلار بذاره کنار تو معاملات نفتیش، و این جنگ تحمیل شد بهش، و انتخاب اینه بد و بدتر بود، چاره ای نداشت. مثالی که قبلا عرض کردم حتما شنیدید، گفتم اینقدر یه آهو رو آوردن جلو در این غار خرسه، چرخوندن، آخر دیگه حمله کرد. و اونا همینو میخواستن، منتها حالا روسا هم خودشونو تا حدود مثلا آماده کرده بودن و ذخایر ارزششون رو به طلا تبدیل کرده بودن از این کارها، و یا آمادگی رو داشتن که اگر از همون چیز نخواهم بگم آقا ما فقط نفت و انرژی و گازمون رو فقط به در مقابل روبل میفروشیم، که خود ورقا برگردوندن.
اما اصل این بود که این خطرناکه، میخواد دلار بذاره کنار، دلار سقوط کنه من بدبخت میشم. کسی میتونه آقای دلار رو بشکنه که آقای اعتماد به امریکا رو بشکنه؟ کاری که انبیاء الهی میکردن همین بود، هیمنه میشکستن. خیلی ماجرای این عصا انداختن و اجدعا شدن رو شنیدید، اما این نکته مخفولی داره گفته نمیشه، خیلی جالبه، در تفاسیر هست. میگه وقتی حضرت موسی علیه السلام این عصا رو انداخت، خوب گوش کنید، این عصا رو انداخت، این اجدعا شد، فرعون روی تختش به خودش ادرار کرد ترس. اینو نکته مهم. حالا این ملعون تا قبل به خودش میگفت چی؟ انا ربکم الاعلا. رب عادی هم نه، اعلم، خدای خدایان، این هروس و نمیدونم ست و خدایانی که اینا داشتن تو مصر، اینا همش با من فرعون خدای اونام. افردا پیچید که هیچی دیگه، خدای خدایان رو تخت به خودش، بله، تو شهر همه میگفتن، میخندید، خوردش کرد. کاری که انقلاب اسلامی کرد، خیلی نگرانم حرفام شبیه حرفای دیپلماتیک بقیه نشه، چون ما اساتیدی داریم استاد خراب کردن مفاهیم، یعنی عمیق‌ترین مباحث، انقدر بد میگن دیگه میشکنه دیگه، اصلا لوس میشه، نمیشه. این هیمنه نرم افزاری امریکا رو شکست. هی میزد تو گوش امریکا، میدن اتفاقی هم نمیفته. چین کی جرأت میکرده جلو امریکا واسه کوری بخونن؟ روسا کی جرأت میکردن واسه جلو امریکا کوری بخونن؟ ذره ای تردید نداشته باشید اینا به ایران نگاه کردن، هی مزمزه کردن. سردار حاجی زاده میگه رئیس هوافضای روسیه که اومده بود به صورت لایو و برخط رصد ناو آمریکایی رو بهش نشون دادم. ببین همین الان پهباد ما گفت نمیزنن. نه نمیزنن. تعجب، روسه ترسیده بود. رفتی بالا سر ناو آمریکایی نمیزنه؟ غلط میکنه، میزنه. چرا نمیزنه؟ میگه منو میزنه. باور داره به این. میگه منو میزنه. چرا؟ چون قبلا زده. گفت چرا؟ چون قبلا شده اینا. اونا این قایقای تندروی سپاه و پهبادای سپاه تو خلیج فارس مثل این پشه میبینن که میگن بده بزنیم، یه دورشو میچرخو میگه خیلیه. شما اینا رو نزدیک ندیدید، من دیدم، من نیرو دریایی سخنرانی داشتم بردم من نشون دادم، یه ناو خیلی بزرگه، اصلا با قایق چه میره، اصلا خیلی نزدیک بشی به ناو اصلا تو رو نمیبینه، چون ناو این شکلیه، میری زیر هرچه اصلا تو رو نمیبینه. فکر کن چه نرم افزاری رو این قایقه، که نه رو آدم توی قایقه نسبه که میره وای میسه جلوه اینجور خطانشون هم میکیچه واسه. میدین اومدن یه کاری انجام دادن امریکایی تو خلیج فارس، اومدن عربا رو تجهیز بکنن به قایقای تندرو. تکنولوژی دارن، ما اگه بگیم که نه مثلا قایقای ما بهتره، حرفی بی خودیه، دارن اونا میسازن، درسته؟ بعد چرا این جواب نداده تا الان؟ این چرا؟ آدمی که تو اون قایق بشینه رو ندارن، ندارن. این اون تئوری است. امروز نبرد، نبرد مغزها و قلبهاست. اون چیزی که از ابتدا ما داشتیم. دو، یه حماقت دیگه اینا کردن و من یقین دارم اگر به گذشته برگردن این کار نمی کنن. من یقین دارم، کمان که تو جنگمون دیدیم، اینا باید از خداشون می بود جنگ ما ادامه پیدا کنه، جز اینه باید از خداشون می بود دیگه. دو کشور مسلمان افتادن جون هم دیگه، دارن امکانات هم رو صرف میکنن، جز اینه. چرا دو سال جنگ تموم شد، فشار بود، ما بقیه جنگ تحت فشار بودیم که آتش بس قبول کنیم؟ چرا؟ چه منطقی داره این؟
بعد از ایران دومین کشور شیعی دنیا عراق بود و هست. من فقط یه احتمال میدم که تعداد شیعیان هند چون جمعیتش رفته بالا، خود شیعیان هم جمعیتش داره میره بالا، درسته درصد کمیه نه، اما خب اون جمعیت لامصب یه میلیارد خورده ایه، درصد کمیش هم عددی واسه خودش. خب فکر میکنم انا شاید بعد ایران هند باشه، نمیدونم باید بررسی بشه، اما عراق بود حتما. از نظر درصدی بعد از ایران جمهوری آذربایجانه، درصد جمعیت جمهوری آذربایجان. افسوس ببین اونجا نبرد، میگم نرم افزارش اسرائیل میخواد نرم افزار خودش اونجا نصب کنه. اونم این که در طول این سالها با اذیت و آزارهایی که اینا ما رو کردن چه اتفاقی افتاد؟ ما همیشه آماده جنگ باقی ماندیم. آقا جنگ سوریه از برکات الهی بود. دلایل مختلف دارم، یکیش این که انتقال تجربه توسط نسل قدیمی رزمنده ها به نسل جدید صورت گرفت. ول کن اون چیزی که تو دانشگاه میگن. روسا هم تو دانشگاه اینو گفته بودن به سربازشون. بعد دیدی چیزی به زایدان افتادن تو اوکراین. در میدان نبرد من چون خودم علاقه دارم به تیراندازی، تیراندازی کار میکنم، چیز جالب بهتون میگم. ببین تئوری تیراندازی اصلا چیزی نیست، توی یه جلسه شما یاد میگیری، یک جلسه. حالا خیلی بخوای بری مسابقات و نمیدونم چی، حالا مثلا چند تا جلسه. چه اتفاقی میفته وقتی توی میدان نبرد هر کسی تک تیراندازه میشه؟ چون عزیزم کنار 10 متر خمپاره بخوره حالتو میپرسن. اصلا تو هپلوتی. کپ میکنی، سرتو نمیتونی بیاری بالا. چنان میلرزی که اسلحه رو خودت میلرزونی. اون کیه؟ اون کسیه که تو دل اون شروقی ها تک تیرانداز، یعنی مثل لاک پشتی که رفته تو لاک خودش، اصلا این کار نه دور و بر چه اتفاقی داره میفته. داره کار خودشو میکنه. بعد اون چیزی که تو دانشگاه خوبه، لازمه، توری لازمه، اینه که شما برو کتاب رانندگی بخون، بعد همون اول زن و بچه رو بشین پشت رول باشون برو مثلا جاده مشهد. رحم الله من یارم. خوب خوندم و فول فولم همه رو خوندم، اول کلاژ میگیری بعد اینه دیگه. جنگ سوریه انتقال تجربه صورت گرفت. من یه چیز میگم خورده داخل پرانتز میگم دیگه، بیشتر نمیتونم بگم. به وضوح منی که دارم رصد میکنم جنگ روسیه اوکراینو، به وضوح استراتژی‌های جنگی چند وقت تغییر کرده در روسیه و موفقیت‌های بر روس‌ها آغاز شده. اوکراینیا چجوری می‌جنگیدن؟ اوکراینیا آمریکایی‌ها بهشون یاد دادن چجوری بجنگن. آمریکایی‌ها چجوری جنگیدن با روس‌ها؟ اصلا نگیم اوکراینیا می‌جنگن، آمریکایی‌ها دارن می‌جنگن. آمریکایی‌ها دارن می‌جنگن، شک نکنید. چجوری جنگیدن؟ عین نبرد حزب الله در مقابل اسرائیل. اونجا دشت کوه نداره، همین صاف. از قبل، از 5 سال قبل تمام این دشت سوراخ سوراخ زیر زمین مهمات کار گذاشته شده بود، روش پوشونده بوده. کشاورز اوکراینی داره پشت گاریش نشسته، پشت تراکتورش نشسته، داره میره، یهوی میاد پایین، میره توی همون اتاقکش، تو اتاق کاها رو میزنه کنار، در اونجا رو باز میکنه، دوش پرتاب برمی داره، میاد دو تا تانگ میزنه، میذاره سرجاش، دوباره پشت تراکتور میشونه، قر 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 زمین شو خورد. همین مدلی که حزب الله میجنگه. تو جنگ 33 روزه حرب تموز اینا میگفتن ما با اشباح میجنگیم. با اشباح. ما نمیدونیم از کجا یوی میان بیرون، تونلای حزب الله بیچارهشون کردن. یوی طرف اینا دیگه لو رفته است میگم. یا یه طرف با لباس خود اسرائیل و حزب الله، یعنی رزمنده حزب الله با لباس خود اسرائیل ها حتی تونل میزد به ستونشون اضافه میشد. حتی شروع میگه کشتن هم جد. این میدونست جز خودشو باید بکشه، اما اونا نمیدونستن این کیه، اینو باید بکشن این نکشن. فهمی چی شد؟ تا چشاشون فقط بیرونه، دیدید؟ تا دندان مسلح. این میدونست من جز خودم هر کی اینجاست دشمنو باید بزنم باباشو در بیارم. اون اگه میخواست بزنه ممکن رفیقشو بزنه.
عزیز من نبرد اراده هاست، نبرد تئوری هاست. عباس دانشگر نتیجه همین دانشگاه سوریه است، نتیجه این انتقال تجربه است. عباس دانشگر نشسته بر دست سردار عوازری عزیز، اون نسل قدیمی که 8 سال جلو کل دنیا جنگیده به بهانه جنگ با بعثی‌ها، این تجربیات اینجوری انتقال پیدا می‌کنه. و کلی راجع به معنویات شنیدی، تا دلتون میخواد عرفان نظری داریم، کلی کتاب هست برو بخون. لا اله الا ملکوت، شیخ جعفر اینا چیکار می‌کرده، اسد علی قاضی چیکار می‌کرده، بنا وا چرا هیچکی عارف نمیشه؟ نه میدون میخواد، لوله آزمایش میخواد تو اونجا این درات. اون چیه؟ هیچی مثل جایی که جونت و نفست در خطره. این تبلور توی جنگ تو ممکنه توی یه ماه ره 50 ساله بری. ماجرا که در مورد حضرت آیت الله جوادی آملی نقل میکنم که عمامش در بود میزد تو سرش که بچه 14-15 ساله چی میگفت تو جنگ. نبرد اونا هم دیگه میدونن نظامی نمیتونن کاری کنن. امروز نبرد رسانه‌ای، نبرد تئوری هاست، نبرد ایده هاست، نبرد نرم افزار هاست. اومدن نرم افزارمون رو آلوده کنن، ویروسی کنن. پیاده نظامشون هم اینجا دیگه اسلحه دستش نیست. پیاده نظامشون اینجا دیگه از اون جنس قدیم نیست. پیاده نظامشون اینجا کار رسانه‌ای میکنه، کار فرهنگی میکنه. و ما باید با نرم افزار خودمون پیش بریم. با نرم افزار اونا نمیتونیم کار انجام بدیم. اونقدر که شهید ابراهیم هادی آدم هدایت کرده، مجموعه های متولی فرهنگ ما نکردن جز اینه. توزه میگن دستش از دنیا کوتاست احمق ها. چرا؟ چون این تئوری تو داری. چیه؟ بل احیاء عند ربهم، تمام زنده است، دستش هم بازتر شده خیلی بیشتر. این شهید حاضر بر این جلسه، ناظر بر این جلسه، تک تک شما رو دعوت کرده. آدم بوده کار برش پیش اومده یا نیومده، تو گفت خب این دوست دارم. چطور میتونیم بهره مند بشیم از عنایات شهید؟ اینم هدیه من به شما باشه. چند بار خدا وکیلی تو این همه سخنرانی گفتم میخوام بهتون هدیه بدم. والله العلی العظیم این بهترین هدایایی که تو عمرم میخوام بگم بهترین هدیه است. منم میگم شاید یه جایی چیزی گفته باشم، چون والله العلی العظیم گفتم دقیق بگم، از بهترین هدیه است که میخوام عرض کنم. شهدا بالا سر ما دارن میچرخن، میخوان کمک کنن. یه دکمه رو ما باید بزنیم تا اجازه پیدا کنن. تا این کار نکنیم نمیتونه، یعنی اذن از سمت خدا نمیرسه. ملائک هم در اختیارشونه. اون چیه؟ اخلاص. چقدر اینا ساده ازش داریم میگذاریم، بس که شنیدیم گفتیم خراب استاد خراب کردن مزد جو. یعنی اگر کارتون لله بود، دنبال منم دیده شدن، اسم من فلان نبود، اصلا یه مطلب خیلی خوبیه، بده یکی دیگه بگه. تا این نمیخواد کار انجام بشه، بده یکی دیگه بگه. نه من انجام دادم، من گفتم. اونجا این اذن بهشون داده میشه که دستشون باز میشه و کمک هایی میکنن، کوه جا به جا میکنن. اون عبارات های شهید ابراهیم همت میگه آکار باید برای خدا باشه، ما اخلاص داشته باشیم. اونها بابا استاد دانشگاه داره براتون حرف میزنه وسط دانشگاه، وسط جنگ، میگه ببین من این همه آدم جلو چشم پرپر شدن، شهید شدن. و استاد دانشگاه چی میگه؟ میگه که آقا فقط اخلاص، اینو انجام بدی تمام. اگر منیتامونو بذاریم کنار، دعواهامون تموم میشه.
چون دعوا سر منیته، سر منه. اون به من اینجوری گفت، من به اون اونجوری گفتم. اصلا ظهور شکل میگیره. اگر شیعیان ما اجتماع قلوب میداشتن در چی؟ در کلکل، در بحث، در وفای بعهد. این اخلاص میخواد. باید خودمون خالص کنیم از این منیت، از این نفس. این لله بشه. شهدا اینجوری بودن. خب کدومتون شما شهید دانشگر قبل شهادتش میشناخت؟ داشته کارشو میکرد. مصطفی احمدی روشن میشناختید. تهران مقدم جز پاسدار، یه نفر پاسدار بود میدونست. مردم عادی تهران مقدمه. حاج قاسم اگه آمریکایی انقدر اسمشو نمیبردن کسی نمیشناخت. مردم عادی. به خدا 5 6 سال پیش کی حاج قاسم میشناخت؟ بس که آمریکایی گفتن یه نفر پدر ما رو در آورده، پدر ما رو در آورده. کیه؟ ایرانیه به اسم قاسم سلیمانی. قاآنی رو تا قبل شهادت حاج قاسم کدومتون میشناختید؟ می‌بینید؟ من اسمش من تو رسانه‌ها این شکلی شد. اینا آدمای مخلصن در کارش. آقا شما این مسئولین نخاله در و پیت شما نبینید که هر روز جلو دوربین مثلا به زور خودشون نشون میدن. کلی مسئول خادم خدوم زحمتکش داریم و تو نمی‌بینیشون، چون اساساً کارشون مبناشون برای اینکه دیده نشن. این مبناشون اینه. اینو لحاظ بکنیم. این گفتم هدیه خدمتتون میدم، اگه مطمئن نبودم قسم اولشو نمیخوردم، لفظ جلاله خوردم که آقا اخلاص بیارید تو کارتون، منم رو بذارید کنار، دیده شدن رو بذارید کنار، اسم من، حرف من، رأی من بذارید کنار، ببینید چطور دست شهید باز میشه، دست شهدا باز میشه و بهتون کمک میکنن. کمک های عجیب غریب و کوه جا به جا میکن. چیز مادی که ما گیرشیم دیگه نه. شهید دانشگر آمرزیده است، نکته آخرم. من حتی بگم خدا رحمتش کنه، خب مرحومه، او آمرزیده است، خدا بر درجاتش بیفزه. من دانشگاه امام حسین وقتی بندر دعوت کرد گفت استاد چیکار کنیم؟ با یکی از رفقاش بود. گفتم انجام میدی؟ گفتم این نکاتی که بهت میگم مستحبه، بر خودت مؤکد کن. میگه بر خود واجب کن. گفت چی؟ قلم کاغذ در آورد نوشت. یه چند تا نکته گفتم. خودم هم نگفتم. گفتم با قرآن مانوس باش. روزی یه صفحه تفسیر قرآن می‌خونی. همین رو تو سخنرانی هم نگفتم. بارها گفتم. وقتی سمنان و چند تا نکته دیگه. وقتی سمنان خدمت خانواده بزرگوار شهید رسیدم و اونجا سررسیدشون بود یا دفتر خاطراتی بود نشون دادن، نگاه کردم همونجا میخکوب شدم. دیدم دقیقاً اینا تبدیل شده بود به برنامه روزانه ایشون. می نوشت به قولی که مثلا انجام شد، انجام شد. اون چی که می دونیم و درست بهش عمل بکن. مخلصانه کارشون. اللهم کن لولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردک طوعا و تمتعه فی آتر. خدایا تو رو سوگندت میدیم که حق محمد و آل محمد ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بدی. خداوند تو را سوگندت بدیم که روح این شهید بزرگوار رو بهرمند از این جلسه و او را با اولیاء خودش با اهل بیت محشور بگردانی. خداوند تو را سوگندت میدیم که این مسیر شهادت رو برای ما هم میسر و باز بگذاری. خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.